تو این قسمت از افکت ها میخوام افکت چنل رو بهتون بگم آیدیو که باید موزیک بیارم روی موزیک بهتون توضیح بدم فعلا افکت هایی که روی تصویر اعمال میشه بهتون میگم و برمیگردم بعد روی آیدیو قسمت موکام که یک حالت نرم افزاری داره با این یکی امکانی نداریم تو قسمت چنل رو میخوام بهتون توضیح بدم من دو تا عکس و یه دونه ویدیو وارد نرم افزار کردم میخوام حالا یه چند تا ویدیو یا عکس داشته باشم مربوط به حالا چنل بشه و این افکت رو بهتون توضیح بدم که البته توی بلار و شارپن هم شما میتونید از چند تا, تا استفاده بکنید از اولین افکت چنل که آریتمتیک هست شروع میکنم میکشم میارم روی ویدئوی اولی قرار میدم روی ویدئوی اول میخوام باشه این قسمت سمت چپ میبینید رد گرین و بلو بر حسب ار جی بی رنگ های جی بی هست که قبلا گفته بودم چنل تاثیر مستقیم روی رنگ ها داره پس ار جی بی رنگ رد قرمز رو من روی صفر قرار داره اگه اینو تا آخر بیارم روی 255 بذارم بستگی داره که روی اپراتورمون رو چی قرار گرفته باشیم الان روی XOR هست اگر روی اند قرار بدم رنگ قرمز رو به این حالت میده اگر روی اد قرار بدم رنگ قرمز به این حالت روی مین یا روی دیفرنس روی هر کدوم از این یا روی multiply هر کدوم از این مودها قرار بدم رنگ قرمز رو همونطوری که روی مود باشیم قرار میده من روی صفر قرار میدم گرینش رو میخوام بهتون بگم می گرین رو میارم روی 255 روی این حالت مود قرار میده مثلا اندش این شکلی میشه روی اد قرار بدم به این شکل روی اسکرین بخواد باشه حالتش تغییری نکرد با قبلیه روی بلاک بزنم این رنگی است دوباره گرین رو من صفر میکنم و میرم رو قسمت بلور رنگ های آبی رو میاد اینجا بر من تغییر میده روی اند روی سابترکت باشه که خب خودشه روی دیفرنت بخواد باشه به این حالت روی مالتیپلی هم به همین به این شکل هر کدوم از این مودهای اینجا اپراتور رنگ ها رو به صورت مختلفی تغییر میده صفر رو میزنم و این رو میام روی اد قرار میدم که حالت اصلی خودش باشه این قسمت نمیشه کلیپ ریزالت ولو من رنگ قرمز رو یک مقدار بیشترش میکنم خب این روی همین اد قرار گرفته باشه رنگ قرمز رو که زیادش میکنم این حالتی است تیکش رو بر و رنگ قرمز رو اینجا جابجا جا, جا میکنم یعنی کم و زیادش میکنم خب ببینید یک مقدار من اینو رنگش رو بیشتر میکنم تیکش برداشته شده ببینید رنگ ها به این صورت تغییر میکنه یا من این رو, رو روی صفر قرار میدم میرم رو قسمت گرین و گرین رو بخوام تغییر بدم ببینید تیک ریزالت برداشته شده یه همچین حالتی رو بهش میده شما میتونید از این حالت ها به عنوان موشن استفاده بکنید و رنگ بلو رو هم به همین حالت ده. ببینید این حالتی به میده و تیک رو اگر بزنیم خب رنگش کاملا صاف میشه و حالا رنگ آبی یک دست میشه صفر رو میزنم برمیگردم این از این قسمت که شما میتونید از این قسمت ها تغییر رنگ بدین و یه سری رنگ ها روی تصویرتون اعمال بکنید حالا من میام این قسمت پایین دو تا عکس رو فعال می کنم چشم اولی رو برمیدارم دارم یه دونه این به صورت ویدیو هست و قسمت زیرین هم یه دونه عکس عکس قورباغه است من میام ویدیو رو فعال می کنم چشم قورباغه رو برمیدارم چشم دوباره این تر این حال عکس میخوام باشه بر حسب ویدئوی زیرین من میخوام یه سری از کار رو انجام بدم حالا فعلا با این افکت کاری نداریم چون این افکت رو توضیحات رو بهتون دادم روش کلیک میکنم دیلیت رو میزنم میام قسمت بعدی روی بلند بلند رو میکشم و میارم اینجا قرارش میرم روی تصویر اول قسمت بلند این قسمت هست که میتونه عکس رو با ویدیو یا عکس رو با عکس قاطی بکنه بلند کلا رنگ ها رو با هم قاطی میکنه الان اینجا هر جایی که شما دیدین توی قسمت بلارر شارپن هم یه همچین چیزی وجود داشت ولی من با یه عکس داشتم کار میکردم شما میتونید چند تا عکس رو زیر هم قرار بدین و این گزینه ها رو فعال بکنین میخواین عکس اول... اکس اولی که SSH هست با عکس روی عکس دومی ادغام بشه که MP4 هست یعنی به حالت ویدیو هست یا عکس سوم من روی دو کلیک میکنم میخوام با دومی دو ادغام بشه اینجا چیزی مشخص نمیشه این قسمت بلد ویل رو اگر من کمش بکنم بعد زیری رو یعنی اون طرح زیری رو ما میبینیم ویدیو زیری رو میبینیم که اگر من پلی رو بزنم یک حالت حرکتی داره شما این دوتا عکس رو دوتا ویدیو رو حالا هر چیزی که داریم میتونیم با هم ادغام بکنیم تو قسمت مود انواع مود ها رو میتونیم تغییر بدیم ما روی اولی داشتیم این کار رو انجام بدیم یک مقدار من این رو کمترش میکنم که ببینید قسمت بعدی کالر آنلی هست کالر آنلی هم یه سری افکت دیگه با رنگ ها انجام میده میبینید این حالت های بالا رو داره حالت پایین رو کم رنگ تر کرده و شما اینجا میتونید کم و زیادش بکنید با این حالا وید اورجینال بتونید کم کار بکنید قسمت بعدی تینت اونلی هست باز فرق میکنه قسمت بعدی دارکن اونلی و لایتن اونلی همچون که اسمش مشخصه دارکن تیره ترین حالت رو داره و لایتن هم روشنترین حالت یعنی دارکن رو اگر بزنیم تیره ترینش رو نگه میداره و روشنا رو ادغام میکنه خب و برعکس اگر لایتن رو بزنیم روشنا رو نگه میداره و تیره رو ادغام میکنه یا مثلا شما اولی چشمش رو برمیدارین روی دومی دوباره باید بلند رو روی دومی هم اعمال بکنید چون بلندی ما اینجا نداریم چشم زیری رو روشن میکنیم یعنی با دومی سومی میخوایم کار بکنیم ویدو پس روی دوم قرار گرفتیم اینجا من میام یک مقدار سایزش رو کم میکنم و این رو روی دیوید روی روی سومین عکس ما هم قرار بدم یک مقدار این رو هم کم رنگ می کنم می تونیم اینجا پلی رو بزنیم که حالا اون تصویر توی این قورباغه هم ادغام میشه می تونیم از این استفاده کنیم اگر روی دارکن قرار بگیریم دارکنا رو نگرم داره و حالا اون حالت روشنی رو ادغام میکنه یا برعکس اگر لایتن رو بزن لایتن رو نگه داره و تاریکی رو ادغام میکنه ما کاری دور به بلند روی این تصویر نداریم میخوایم بریم دوباره روی تصویر اولی قرار بگیریم روی تصویر اولی این رو میام روی 100 درصد که خودش باشه خب بلند روی این تصویر رو هم هست میکنم میام قسمت بعدی کلکیولیشن این رو روش میتونیم دابل کلیک بکنیم اینجا باز بشه فرق نمیکنه نمیکنه بکشی بیاریم روی تصویر دابل کلیک بکنیم ولی باید تصویر انتخاب شده باشه این قسمت اینپوت داره شما اینجا میتونید بر حسب رنگ هایی که اینجا داریم انتخاب بکنید و روش کار بکنید این الان RGB هست بر حسب RGB تمام رنگ ها وجود داره اگر روی گری بزنم خاکستریش میکنه اگر روی رد بزنم رنگ بر حسب رنگ قرمز یعنی رنگ قرمز رو خاکستری میکنه رنگ سبز رو خاکستری سبزش رو حالت سیاه سفید میکنه بلو رو سیاه سفید میکنه و آلفا هم که کاری باش نداریم روی RGB این قسمت نمیشه اینورت اینپوت اینورت هم که میدونین میشه برعکس و یک حالت نگاتیوش میکنه وقتی روش کلیک میکنیم برعکسش میکنه برعکس اون چیزی که الان انجام دادیم و یک حالت نگاتیو میده تیکش رو برمیدارم این تو قسمت سکند سورس تو این قسمت هم باز میتونین انتخاب بکنین که میخواین حالا عکستون با ویدیو زیری میخواین قاطی باشه یا نه من پیکسل دو یعنی هم ویدیو رو انتخاب میکنم اینجا باز میتونیم از مثلا رد انتخاب بکنیم البته یک مقدار اینجا اوپسیتی رو من میام بیشترش میکنم یعنی اینجا برعکس ما اوپسیتی رو زیاد میکنیم ولی اینجا کم میشه برعکس تمام اپاسیتی هایی که تا حالا انجام دادیم اپاسیتیش رو اینجا زیاد میکنم که یک مقدار اینجا پس دیگه هم بشه و شما زیر ویدوی زیری رو هم بتونید ببینید الان پلی رو بزنم ویدیو زیری داره حرکت میکنه چون ویدیو هست نسبت به عکس رو و اگر بخواین یکی از اینا رو انتخاب کنیم مثلا بر حسب گرین بخواین انجامش بدین یا بر حسب بلو بخواین انجامش بدین هر کدوم تغییراتی برای خودشون داره این قسمت اینور سکند لایر روش کلیک بکنم باز اینورتش میکنه باز تیکه اینو میدارم تیکه بعدی رو هم میدارم اینا هر کدوم تیکایی که بزنیم نذاریم حالا تاثیر خودش رو داره بلندینگ مود رو اینجا میتونیم تغییر بدیم روی مالتی پلی تغییر بدیم عکس اولی با ویدئوی زیری بر حسب اون حالا مودی که انتخاب کردین تغییر میکنه اسکرین رو هم به همین داره کلا مود هر جایی که میبینید دو تا عکس با هم اگر باشن زیر هم قرار گرفته باشن میتونه تغییر بکنه اینا رو بر حسب حالا چیزی که شما میخواین تر... یعنی موشن بسازین یا کاری روش انجام بدین میتونین تغییر بدین هر کدوم از اینا رو دونه دونه خودتون تمرین بکنین که اون چیزی رو که میخواین به دست بیارین یعنی روی این پایینی روی این آلفا ها, اینجا لوما ها بخواین بزنین لوما اگه یادتون باشه قبلا آموزش دادم که رنگ ها رو با هم ترکیب میکنی یا عکس ها رو با هم ترکیب میکنه و همچین حالتی هست روی نرمال هم میتونیم قرارش بدیم این قسمت بالا ریست رو بزنین کامل برمیگرده به حالت قبل دیلیت روی کیبورد رو میزنم میام این قسمت سیسی کامپوزیت سیسی کامپوزیت رو دوباره روی عکس اولی میارم میکشم این قسمت اوپاسیتی هست اوپاسیتیش رو میتونیم کم بکنیم کامپوزیت اوریجینال روی مالتیپلی میتونیم قرار بدیم هم تیارتی هست سافلایت هم تیارتی هست شما اوپاسیتی رو میتونیم کم بکنیم و نسبت به اوپاسیتی بتونین از این مودها استفاده بکنیم گزینه بعدی چنل کامباینر کامباینر یعنی ترکیب کردن دوباره روش دابل کلیک بکنم به محض اینکه دابل کلیک کردم خودش اومد یک حالت اینورس و یا همون نگاتیو رو بهم به داد توی این قسمت فروم تو داره فروم ما هر کدوم از اینا رو که به محض اینکه انتخاب بکنی مثلا من رد رو انتخاب کنم تو روشن میشه و قسمت تور خودش روی لایتنس قرار گرفته مثلا من میام روی گرین میذارم یعنی می‌خوایم رد رو بر حسب گرین انجام بدیم یا رد رو بر حسب حسب همون رد انجام بدیم هر چیزی که توی تو ما میزنیم بر حسب همون برای ما انجام میده یا مثلا میخوایم لایتنس باشه که روش بود یا سچوریشن باشه سچوریشن رو به این حالت داشته باشیم یا میتونیم از بلو روی سچوریشن ببریمش یعنی این کلا افکت های مختلفی داره یا مثلا گرین رو میخوام روی سچوریشن یا گرون رو روی رد بخوام ببرم یه همچین حالتی میتونه داشته باشه روی اینورت هم که کلیک بکنیم باز همونطور که گفتم حالت نگاتیوش میکنه مثلا اینجا روی هیو قرار بدم یا گرین رو روی رد قرار بدم هم حالت نگاتیو بر حسب این تنظیمات بهمون میده حذفش میکنم میریم برای بعدی کامپاند آریتمتیک این رو هم روش دابل کلیک میکنم روی این یکی باز بشه برای ما خب این قسمت اول باز دوباره نان داره یا عدد یک دو سه داره مثلا من میخوام یکو و این بار روی سه بخوام انجام بدم میبینید به من که زدم عکس سومی نمایان شد و ما اینجا میتونیم اپراتور رو تغییر بدیم مثلا روی مالتیپلی. الان عکس دومی عکس اولی با عکس سومی اومد با هم ادغام شد و یا مثلا اینجا بخوام روی اسکرین قرارش بدم ببینید با عکس سومی با هم ادغام شد چون من سومی رو انتخاب کردم یا اگر بخوایم دومی رو انتخاب کنیم با همون ویدئویی که داشتیم الان ادغام شد من روی دارکر بذارم با ویدئویی که دومی دو بود ادغام میشه اما من میخوام با سومی انجامش بدم میبینید اگر من اینجا پلی رو بزنم آسمون اینجا داره نشون داده میشه اما من میخوام عکس سومی هم قورباغه باشه اینجا رو مثلا روی سابتراکت قرار بدم قورباغه و اون با هم قاطی شده باشم یا اورلی بخوام بزنم یه همچین حالتی میخوام روی ار باشه یا ای ار بخوایم باشه یا میخواین روی آلفا باشه اینا تغییرات رو میتونید اعمال بکنین بذارید من اینو یک مقدار بکشم ببینم اینجا چی نوشته استریچ second source to فیت تیک این رو بردارم حالتش تغییر میکنه تیکش رو که بذارم چه حالت میشه تغییر میکنه blend ویت original رو باز اینجا شما اگر بخواین عددش رو بیشتر بکنید حالا اگر یاری بکنه سیستم به این حالت میشه و شما عکس اولی رو واضحتر میتونید ببینید اگه تیک اینجا رو بردارم ببینید باز اینجا قرار میگیره کلان تغییر میکنه یا مثلا سایزش رو بیشتر کنم عکس روی بیشتر خوش رو روی صفر قرار بدم ادغام میشه کامپاند آریتمتیک خیلی گزینه مناسبی از برای موشن دیلیت رو میزنم میریم برای بعدی اینورت هم که همه باهاش آشنایی داریم قبل توی قبلی ها هم اینورت بود یا حالت نگاتیو میکنه برعکسش عکسش حالت معکوسه روی رد بزنم بر حسب رد بر حسب گرین بر حسب بلو همه اینا رو انجام میده یا بر حسب لایتنس یا ساتوریشن میتونه اون حالت اینورت رو بهمون به بده و اینجا هم شما میتونید حالا اگر هرچی بیشتر بکنیم عدد رو به حالت قبلی یعنی از حالت اینورت خارج میشه روی صفر میذاریمش گزینه بعدی مینی مکس روش کلیک میکنم ببینید قسمت ردیوس رو من اگر عددش رو زیاد کنم ببینید یه همچین حالتی میده توی موشن ها اعتمالا دیدیم بذاره یه موشن بسازم پس روی ردیوس اینو میرم اول ویدیو قرار میدم یه کلیک اینجا میزنم خب ردیوسش اینجا میخوام فعال بشه ببینید الان کجاست اینجا فعال شد یک مقدار میارمش جلوتر از اون بالا از پایینم میشه ردیوس رو تغییر بدین یک مقدار این رو میارم نزدیکش میکنم پلی رو میزنم میبینید یه همچین حالتی بهمون میده و شما میتونین ردیوس رو هرچی بیشتر کنین همچین حالتی داشته باشه که الان من بیشترش کردم خودش یه موشنم ساخت پلی رو بزنم این قسمت رو بیشتر کرد اگه دیده باشین روی موشن همچین اتفاقی میفته یا دوباره برمیگرده به حالت قبلش این قسمت شما میتونین انتخاب کنین روی چنل که روی چه رنگ میخواد اعمال بشه روی رد اعمال بشه اگه دوباره اینجا من پلی رو بزنم روی رد اعمال میشه یا روی بلو میخوایم باشه دوباره من پلی رو بزنم بر حسب بلو میاد ردیوس رو انجام میده هوریزونتال ورتیکال جاست هوریزونتال بر حسب هوریزونتال یا بر حسب ورتیکال شما میخوان رنگ ها رو تغییر بدین گزینه بالایی هم اپریشن بور ما روی ماکسیموم داشتیم انجام دیم روی مینیموم هم باز رنگ ها تغییر میکنه حالت ها تغییر میکنه اینو یک مقدار بیاریم جلوتر یه حالت مثلا تاری میده چشممون تار شده یه همچین حالتی میتونیم بهش بدیم مینیموم دن ماکسیموم باز فرق میکنه با ماکسیموم دن مینیموم ماکسیموم بعد مینیموم یا اون یکی بعد اون یکی اینا رو باید خودتون تمرین بکنه متوجه بشین چه اتفاقی داره میفته ماکسیم مینیموم رو دوباره روش کلیک می پاکش میکنم میریم بعدی ریموف کالر ماتینگ روش دابل کلیک میکنم اینجا قطر چکون بهم داده یعنی شما میتونین از هر جایی از اینجا بخوای میتونین رنگ رو انتخاب کنید بر حسب اون رنگ کار بکنید خب مثلا من میتونم درسته روی تصویر اول اومدم افکت رو انداختم اما میتونم چشمش رو بردارم هنوز ما رو تصویر اولی هستیم ها خب اینجا قطر چکون رو بردارم البته نه روی میخوام روی این یکی باشه میتونم قطر چکون رو بردارم مثلا از یه جا مثلا از سبز قورباغه بگیرم حالا چشم این رو روشن بکنم روی این یکی میخوام اعمال بکنم یه سری کارا رو یا میتونیم توی قطر چکون کلیک بکنیم از اینجا دوباره رنگ قرمز لباسش رو بگیریم یا از اینجا یه سین رنگ ها تغییر بدیم و اوکی رو بزنیم رنگ اینجا رو میخوایم تغییر بدیم این میتونه ریمون کار متینگ رو میتونیم انجام بدیم دیلیت رو میزنم یعنی بعدی ست چنلز اینجا هم باز بر حسب یک دو سه بر حسب سه مثلا میخوام انجام بدم میبینید دوباره اینجا میتونیم رنگ رو گرین بذاریم یا بذارین اعمال کنه یا مثلا با هر لایتنس میخوایم باشه اینجا عکس اولی با سومی با هم اینجا یه سری کارهایی رو میتونیم انجام بدیم یا مثلا روی این یکی میخوایم با دومی ادغام بشه همه رو با هم ادغام کردیم مثلا سچوریشن رو میخوایم رد کنیم الان عکس دومی و سومی یک و دو و سه با هم اینجا ادغام شده اینا رو کلا ست چنلز از اسمشه که مشخصه تمام رنگ ها رو اینجا با هم قاطی میکنه هر چقدر که اینجا عکس و ویدیو دارین همه رو با هم قاطی میکنه دیلیت رو میزنم ست مت رو روش کلیک میکنم این قسمت هم باز شما مثلا عدد سه رو انتخاب میکنین دوباره بر حسب عدد سه میتونیم مثلا سچوریشن رو انتخاب بکنیم مثلا گرین رو میتونیم انتخاب کنیم من سه بومی رو انتخاب میکنم به خاطری که با حال آخر آخری بخوام انجامش بدیم روی دو هم میتونیم بزنیم با اون آسمون که ویدیو بود انجام میشه این قسمت هم اینورت بزنیم باز حالت اینورت هر سه تا رو اینورت میکنه برا ما تیکش رو برداریم برمیداره و اینا هر کدوم رو که ما تیک بزنیم یا تیک نزنیم یک حالت خاص خودش رو داره دیلیت رو می میریم برای بعدی شیفت چنل رو دابل کلیک میکنم باز اینجا میتونی انتخاب بکنیم مثلا من سچوریشن رو انتخاب میکنم چون سچوریشن خیلی شارپ تره که سچوریشن رو انتخاب میکنم بر حسب رد بوده البته اینجا اسما اینجا رو بر بخونیم تیک آلفا فرام روی سچوریشن باشه تیک رد فرام رو مثلا روی بلو یعنی کلا هر دو تا ویدیو با هم تغییر میکنه یا مثلا تک گرون فروم را میارم روی لایتنس قرار میدم کلا فرق میکنه یا مثلا یکی رو روی رد قرار میدم ببینین حالت ها با هم متفاوته خب دلیت رو میزنم میریم برای آخری سالید کامپوزیت روش دابل کلیک میکنم باز اینجا یه دونه قطره چکون داریم ما میتونیم هم کاری که قبلش بهتون گفتم انجام بدیم میتونیم, میتونیم از همینجا کلیک بکنیم مثلا من کلیک میزنم رنگ لباس قرمز رو اینجا انتخاب میکنم اپاسیتی رو میتونیم اینجا کم بکنیم که اگه بخوایم با حالا طرح با ویدئوی زیری مشخص باشه این رو روشن میکنیم و بعد این زیری مشخص میشه دوباره انتخابش میکنم یا مثلا اپاسیتی اینجا رو کم میکنم و پلی رو میزنم که آسمون ویدئوی آسمون و حالا این کوه و اینا نشون داده بشه ببینید سورس اپاسیتی اون طرحمون رو میاد رو کم و زیاد میکنه اون عکسی که اول قرار گرفته پایینی اون طرح زیری رو میاد رو کم و زیاد میکنه مثلا من عکس دومی یعنی ویدیو چشمش رو بردارم و زیر رو روشن کنم دوباره روی یکی قرار بگیرم ببینید اون زیری رو برای من کم اپاسیتیش رو کم و زیاد میکنه و وضوحش میکنه رنگ قرمز رو ما اینجا انتخاب کردیم یعنی هر چقدر کمتر بشه رنگ قرمز رو بمونه شما میتونید روش کلیک بکنید یه رنگ دیگه انتخاب کنید رنگ سبز رو اینجا انتخاب بکنید و کم و زیادش بکنید تو قسمت بلندینگ مود هم باز میتونیم از مدها استفاده بکنیم یا حالت های مختلفی رو بهش بدیم خب میتونیم این رو هم حذف بکنیم این هم از قسمت چنل افکت های چنل توی افتر افکت حتما حتما این رو تمرین بکنید چون میتونید خیلی کارهای خلاقانه ایجاد بکنید با همین افکت ها ویدیو بعدی هم در مورد کالر کالکشن دیستورت این همه توضیح داده میشه چیزایی که مهمه حتما بهتون آموزش میدم و توی کانال قرار میدم